سلام به همه ای کسانی که این داستان رو گوش میدن داستان من داستان رنج و عذاب یه زنیه که از بد روزگار و نامردی این مردم نامرد مرد ظلم و ستم قرار گرفته که مجبور به کارایی شد که حتی در بین حیوانات هم وجود نداره من این داستان میگم تا که هیچ کسی شرافتشو واسه هیچ کس به حراج راج نذاره حتی واسه کسی که واسهش میمیره من میترا هستم زنی که نمیدونم از بعد روزگار قسمتم در زندگی مردی شد که روزی 16 ساعت کار میکرد تا دستش رو جلوی کسی دراز نکنه و آبروی خودش و خانوادش رو حفظ کنه که از بعد روزگار در یک حادثه رانندگی از دنیا رفت و چون مقصر بود بعد از مرگش هیچی به من و دختر سه سالش نرسید و من رو با یک بچه معصوم تنها گذاشت و رفت روزگارمون هر روز بدتر و بدتر میشد پدرم استطاعت مالی نداشت که از های ما رو هم بده و خانواده همسرمم هم از ما بدتر بود ولی هیچ وقت محبتشون رو دریغ نمی سه چهار ماهی که از فوت همسرم که واقعا دوستش داشتم میگذشت فشار طلبکاران شوهرم و خرج زندگیمون واقعا به این فشار می آورد. یه روز روزنامه یه همشهری خریدم و شروع به دنبال کارگشتن کردم. تخصص خاصی نداشتم. بیشتر دنبال کارهای معمولی بودم. مثل منشی یا کارهای در خانه که اون هم یه دوره آموزشی داشت که باید کلی پول می دادم. بعدش هم معلوم نبود که کاری باشه یا نه. بالاخره یه روز زدم به یه شرکت خصوصی که منشی با حقوق بالا می خواست. البته حقوقش نسبت به بقیه بالا بود ولی اونم کم و ناچیز بود چاره ای نداشتم آدرس رو گرفتم و راه افتادم رفتم نزدیک یکی از میدونهای معروف تهران بود ولی از خونه پدرم خیلی دور بود رسیدم شرکت گفتم بشینید تا رئیس بیاد این فرما را هم پر کنید منم فرمم رو پر کردم دادم به یه خانم منشی که اونجا بود تا اینکه رئیس اومد و فرم ها رو گرفت شروع کرد به مطالعه کردن و صدا زدن اسم ها و اسم من رو هم صدا زد. سرم رو بلند کردم دیدم لبخندی روی لب داشت. منم سرم رو پایین انداختم تا اینکه کارشون با ما تموم شد. گفتن زنگ میزنیم. منم برگشتم خونه تا برای دخترم و خونوادم غذا درست کنم از وقتی که به خونه پدرم برگشته بودم سعی می کردم کارهای خونه رو انجام بدم تا راحت تر باشم چند روزی که گذشت از شرکت تماس گرفتن که برای همکاری دعوت شدید منم خوشحال و مثل احمقا بلند شدم رفتم شرکت که یه روز هم که شده بیشتر کار کنم یه ساعتی طول کشید تا رسیدم وقتی رسیدم گفتن برم پیش آقای مدیر برای مصاحبه و گفتگوی بیشتر منم رفتم جلوی در و در زدم رئیس گفت بیای تو منم آروم رفتم تو که رئیس گفت بشینید کمی <متصفيق> از کارهای شرکت و مشتری ها صحبت کرد و از پرستیژ شرکت گفت از همه چیز منم هم خوب گوش می کردم تا بعدا کاری که باعث ناراحتیشون بشه رو انجام ندم آخه من هیچ تجربه ای نداشتم صحبتش که تموم شد خانم فیز رو صدا کرد و گفت میز کارم رو نشون بده منم رفتم سر کارم و کلی سال از فیز پرسیدم که باید چجوری با وسایل اونجا کار کنم فیز هم از سر آرامیش همه کارها رو یادم داد کار زیادی نداشتم سخت هم نبود خیلی از کارم راضی بودم ولی پدرم خیلی تمایل به این کارم نداشت با اینکه ندور بود ولی از ما دریق نداشت چند روزی که گذشت یه روز آقای رئیس صدام صد و گفت بیا بشین کارت دارم منم رفتم کلی آسمان و ریسمان کرد و حرف زد تا اینکه گفت این چه وضع لباس پوشیدنه یه مقدار بیشتر به خودت برس اینجا کلی مشتری آدم حسابی میاد و زشه که شما اینجوری لباس بپوشید منم که از همه چیز بی بودم نمیدونستم چی بگم آخه پول نداشتم و نمیخواستمم بخرم صورتم سرخ شده بود خودم احساس می کردم خیلی خجالت خیلی کشیده بودم ولی چاره هم نداشتم از طرفی کارم رو دوست داشتم و از طرفی هم پول نداشتم تا اینکه رئیسم فکر کنم که فهمیده بود و مالی خوبی ندارم گفت برو حسابداری میگم یه مقدار تنخا بهت بدن که زیاد فشار هم بهت نیاد گفتم دست شما درد نکنه شما خیلی لطف دارید فرداش از حسابداری تماس گرفتن که برم 150 هزار تومان دادن برای خرید لباس واسه شرکت. منم خوشحال خندان اومدم واسه خانم فیز که باهاش صمیمی هم شده بودم تعریف کردم. قرار گذاشیم بعد از کار بریم خرید کنیم و نشستم سر کارم. موقعی تموم شدن کار با خودم فکر کردم که برای دخترم از این پول چیزی بخرم. آخه بعد از فوت پدرش نه وقت کردم نه پولی داشتم که چیزی بخرم. به خانم فیز گفتم باید جایی برم امروز نمیتونم خرید کنم خدافزی کردم و رفتم به سمت میدون اصلی که کلی مغازه بود چند تا لباس واسه دخترم خریدم و کلی گشتم تا یه مانتوی ارزونی که توی چشم بیاد و مردم فکر کنن گرونه پیدا کردم و کلی چونه زدم که ندارم و نمیتونم این مقدار پولو بدم تا اینکه فروشنده راضی شد و لباسو به هم داد یه مغنم خریدم از مابقی پول رئیسم و یک کمی از پول خودم یک کفش راحتی خریدم و رفتم خونه دخترم تا لباسش دید کلی زخ کرد تفلک توی پوس خودش نمی گنجید همش میرفت پیش پدر بزرگش لباساشو نشون میداد و به بابام پوز میداد و ما همگی می خندیدیم صبح که شد لباسای جدید و پوشیدم و رفتم سر کارم وقتی رئیس منو دید سرش انداخت پایین کمی سرش رو تکون داد به حالت تأسف که ای دفعه هزار تا فکر اومد توی سرم که نکنه گند زدم یا یعنی که اینکه نفهمه از روی پول برداشتم و کلی فکر عجیب و غریب زد به سرم. با خودم گفتم این پول حرومه حساب کردم از پولش چقدر خرید کردم ما رو با حساب کتابش بردم پیش رئیسم من تا مال حروم نخورده بودم از این به بعدش رو هم نمیخواستم گفتم اینم بقیه پولتون این قدر هم خرید کردم رئیس گفت مسئله پول نیست اینا چیه که خریدی انگار اصلا سلیقه نداری بعد از کار بیا با هم بریم خرید کنیم منو میگی اصلا توقع همچین حرفی رو نداشتم چه معنی داشت که من بایشون برم بیرون واسه خرید روی همین حساب گفتم که من باید زودتر برگردم خونه امروز نمیتونم که انشاءالله لال میشدم و این حرفو نمیزدم اصلا منظورم این نبود که میخوام بیام ولی اون روز نمیتونستم نه که کلا نمیخواستم بیام که رئیس هم گفت باشه واسه فردا دنیا رو سرم خراب شده بود نمیدونستم چی کار کنم این گندم و چجوری درست کنم چند روزی بهونه آوردم تا نرم حتی به اینکه دیگه سر کار نرم هم فکر کردم ولی آینده بچم چه میشد آیا کار پیدا میکردم یا نه و کلی فکر دیگه دلم و به دریا گفتم میرم ولی زیاد محلش نمیذارم بای چه اشتباهی کردم کاش اون روز نمی رفتم. رفتم. ولی همش اخمام توی هم بود. با خودم گفتم اینجوری دست از سرم بر می داره که بر نداشت. هر کاری کردم نشد که نشد. کلی صمیمی شده بود. از این مغازه می برد به یه مغازه دیگه. شوخی می کرد و مزه می ریخت. دو تا شال قرمز و آبی خرید و کلی لوازم آرایشی دار که من اصلا نمیخواستم میگفت باید کمی آرایش کنم توی شرکت رنگایش شاد بپوشم لبخند بزنم من با اینها مشکلی نداشتم از عواقب این کار میترسیدم از خانوادهام از آبروم من اومده بودم کار کنم نه اینکه خودم رو به نمایش بذارم روی این حساب مخالفت کردم که رئیس گفت اشکالی نداره زودتر بیا شرکت در عوضش زودتر هم برو خونه با شرایطی اولش گفتم مجبور به قبول شدم با خودم گفتم آدم خودش باید پاک باشه اگه خودم نخوام اتفاق نمیافته روی همین حساب قبول کردم وسایل رو ازش گرفتم و خدافزی کردم رفتم خونه تا صبح خوابم نبرد همش فکر رو خیال میکردم. صبح زود بلند شدم رفتم سر کار وقتی رسیدم هنوز کسی نیومده بود فقط چی اومده بود رفتم توی دستشویی مغنم رو در بردم شال و سر کردم ولی آرایش نکردم اومدم سر میزم شروع کردم به کارای عقب افتادم چند تلفن جواب دادم تا اینکه فیس هم اومد تا منو دید گفت به به میترا خانوم چه تیپی زدی منم به روی خودم نیاوردم که با رئیس رفتم خرید گفتم دیروز رفتم اون پولی رو که رئیس داده بود و خرید کردم اونم گفت که کار خوبی کردم دو سه روزی از این جریان گذشت که یه روز رئیس گفت زنگ بزن خونه کمی من کار دارم باید بمونی با آژانس میفرستمت خونه منم که واقعا فکر میکردم رئیس میگه قبول کردم غروب که شد کم کم کارمندا رفتن من موندم تنها با رئیس که رئیس زد گفت برم توی اتاقش منم رفتم تو نشستم رئیس کمی مشغول کار بود که تا من اومدم تو دوربرش رو تمیز کرد و اومد روی صندلی روبروم نشست گفت خب چه خبر است چند وقتی اومدی ولی ما از شما هیچی نمیدونیم گفتم نمیدونم اگر سوالی دارید بپرسید جواب میدم که پرسید ازدواج کردی گفتم آره جا خورد گفت ولی تاله شوهریت اینجا نیومده گفتم که فوت شده خودش رو توی صندلی جابجا کرد و گفت پس زندگیت کمی سخت شده حتما و شروع کرد از زندگی خودش حرف زدن و اینکه از زندگی مشترکش ناراضیه و همسرش خوب نیست اذیتش میکنه منم بی تفاوت گوش میکردم که یه دفعه گفت که اگه میخوای اینجا کار کنی باید کمی هوای منو داشته باشی گفتم یعنی چی باید چی کار بکنم من که هرچی میگید رو انجام میدم رئیس گفت آره خوب از کارت راضیم ولی اگه میخوای منم بیشتر حواته داشته باشم باید کمی با من مهربون تر باشی من که دنیا رو سرم خراب شده بود گفتم میفهمی چی میگی من اومدم اینجا یه کاری شرافتمندانه انجام بدم اگه میخواستم که اینجوری نباشم اصلا اینجا چی کار میکردم من فقط اینجا کار میخوام اگه نمیخواید فردا حسابم رو تصویه کنید من از اینجا میرم رئیس هم بهش برخورد گفت باشه آخر هفته بیا واسه تصفیه منم کیفم و برداشتم سری اومدم بیرون مردیگه یه عوضی خجالت هم همه میخوان از بدبختی و بیچارگی یه زن سو استفاده کنن دوباره فکرام برگشتن چیکار میتونستم بکنم به خانوادهم چی میگفتن اگه میفهمیدن چیکار میکردم رفتم خونه بازم تا صبح خوابم نبرد صبح به هوای کار از خونه اومدم بیرون دوباره روزنامه گرفتم چند تا زنگ زدم و دو تا آدرس گرفتم رفتم ببینم چی کار میتونستم بکنم هرچی هم کار کرده بودم بدهی های شوهرم رو داده بودم اما خوشبختانه چیز زیادی نمونده بود هرچی بگید اون خود بیامرز به مردم بدهکار بود و دستش از دنیا کوتاه بود زندگی خیلی خوبی نداشتیم ولی با هم خوش بودیم به خاطر همون روزا من بدهیاشو میدادم چند تا شرکت رو رفتم یا نخواستن یا شرایطشون با رئیس قبلیم زیاد فرقی نمیکرد باز خدا پدر اونو بیا مرزه چند مایی واسش کار کردم بعد گفت اینا که همون اول میگفتن حتی یکیشون که رو خورده بود شرف و کرده بود از هم میخواست که مانتومو در بیارم انگار که منشی نمیخواستن چیز دیگه ای می میخواستن تا اینکه غروب شد و برگشتم خونه از خستگی رمق نداشتم ولی بیشتر از توهین شنیدن خسته شده بودم رفتم خمام دخترم رو شستم فرستادمش بیرون شروع کردم از فشار بدبختی به گریه کردن که دخترم در زد و گفت مامان گریه میکنی گفتم نه مامان جان دارم میام بیرون آخر هفته شد و رفتم شرکت واسه تصفیه که رئیس صدام کرد برم توی اتاقش که با هم کار داره منم رفتم ببینم چی کار داره که با روی باز بلند شد تا منو دید و گفت ای بابا ما یه تعارفی کردیم شما هم به دل گرفتید قهر کردید چرا این چند روز نیومدی یا از این حرفا که زیاد یادم نیست خلاصه گفت بیام از شنبه سر کار منم گفتم حتما حساب کار اومده دستش قبول کردم از شنبه برگشتم دیگه با هم کاری نداشت ولی دور برم زیاد میپلکید تا اینکه بعد از چند ماه دوباره صدا زد توی اتاقش و گفت اون دفعه زیاده روی کرده و نباید با من اینجوری برخورد میکرده خلاصه از اون در نتونست وارد بشه از هر دیگه اومد جلو پیشنهاد ازدواج موقت رو وسط کشید اولش من قبول نکردم چون تازه شوهرم مرده بود و ازش خوشم نمی اومد ولی اینقدر اصرار کرد و وعده وعید داد که بعد از چند روز مجبور شدم قبول کنم و گفتم شب باید برم خونه حداقل کسی نمیفهمید کار خلاف شهر هم نکرده بودم شاید آینده بچم تمین می شد به خدا فقط به خاطر بچم راضی به این کار شده بودم و گرنه یه مومم راضی به این کار نمی شد راستی اسم رئیسم امید بود که تا اون روز نمی دونستم. فقط با فامیلیش صداش می کردم قرار گذاشیم امید یه خونه نزدیک شرکت اجاره کنه تا راحت بتونیم رفت آمد کنیم و امید هم از کارهای شرکت عقب نمونه و به من هم شغل ویزیتوری شرکت رو داد تا بتونم راحت تر رفته آمد توی شرکت بکنم. تا اینکه یه روز امید گفت همه کارها رو ردیف کرده شناساممو بیارم واسه عقد موقت منم قبول کردم و رفتیم محصر واسه عقد دو تا از دوستای امید اومده بودن که قبلا توی شرکت دیده بودمشون کلی سلام و احوال پرسی کردن و تبریک گفتن منم با اینکه خودم قبول کرده بودم ولی بغز گلومو فشار میداد بیشتر به شوهر قبلیم که بابای بچه من بود فکر می کردم که یک سال نشده بود دشم عقد کس دیگه ای می شدم. اونم برخلاف میل باطنیم امید با محسردار قبلا ردیف کرده بود که توی شناسامه هامون چیزی ننویسه چون خودشم متعهل بود و منم قبول نمی کردم. یک ساله حاج آقا محسردار سیغر و خون با بیست سکه بهار آزادی و امید هم سکه ها رو از کیفش در آورد داد به هم خندید و گفت اینم وعده من ولی من چیز قبلا نگفته بودم ولی سکوت کردم و گرفتم گذاشتم توی کیفم که امید دستم و گرفت و فشار داد انگار خیلی خوشحال بود منم مقاومت نکردم ولی راضی نبودم سردرد گرفته بودم کارمون که تموم شد یه برگه دادن که امید گرفت گفت میذارم توی خونه بازم من چیزی نگفتم اصلا هم مهم نبود بعد اومدیم با دوستای امید رفتیم یه رستوران ناهار خوردیم دوستاش رفتن و امید گفت بریم خونه رو نشونت بدم من گفتم نمیشه بذاری بسه بعد که گفت نه باید الان نشونت بدم منم گفتم اگه اصرار داری بریم ولی اصلا حال حوصله ندارم امید گفت امروز کاری بهت ندارم ولی بریم خونه رو نشونت بدم منم قبول کردم و راه افتادیم رفتیم خونه یه خیابون با شرکت فاصله داشت ولی توی فرعی بود رفتیم بالا در رو کرد تقریبا خونه خالی بود یه فرش توی حالش انداخته بود که نو نبود یه یخچال داشت توی آشپزخونهاش با یه گاز روی میزی بعد با امید رفتم توی اتاق خوابش یه دست کامل سرویس خواب داشت تقریبا خوشگل بود کلی هم وسایل آرایش خریده بود که چیده بود جلوی آینه بعدش امید گفت که شوها رو باز کن کلی لباس زیر و لباس خوابم هست دوش منم با اکراه باز کردم دیدم راست میگه همه کشوها پر بود با خودم گفتم که این منو هم فقط بسه این کارا میخواد که گفتم امید من میخوام برم خونه اگه اشکالی نداره که امید گفت باشه میرسونمت منم گفتم دیگه این حرف رو نزن نمیخوام تو منو برسونی خودم میرم و همراهیم کرد تا جلوی در که دفعه گفت بیا کلیدا رو بگیر منم دارم گرفتم ازش رو کردم و رفتم از سردرد دوشم میمردم رسیدم خونه گرفتم خوابیدم تا صبح بیام سر کار صبح که بیدار شدم آماده شدم بیام سر کار با خودم گفتم هر کاری که بکنم امید الان شوهرمه زیاد نباید اذیتش کنم حالا کار یکی شده دو روز اولش رو بعد شروع کرد ولی من باید فراموش کنم راه افتادم از خونه بیرون اومدم یه تاکسی در بس گرفتم اومدم شرکت دیگه با اتوبوس نیومدم حالا دیگه امید پولش رو میداد وقتی رسیدم شرکت هنوز خیلیا نیومده بودن سرم و با کار بند کردم که امید هم اومد رفت روی اتاقش که بعد از چند دقیقه فیض اومد گفت رئیس میگه برم به چند از مشتری ها سر بزنم منم سریع فهمیدم که جریان چیه گفتم باشه الان میرم و کیفم و برداشتم و رفتم خونه کتری گذاشتم روی گاز و رفتم هموم یه دوش گرفتم تا تمیز باشم خودم و سریع شوسم تا امید نیومده اومدم بیرون از حمام که اومدم بیرون سریع حوله رو دور خودم پیچیدم اصلا دوست نداشتم امید منو واسه اولین بار اینطوری ببینه. اومدم توی اتاق بدنم و خوش کردم. رفتم سر وقت کشوها. یه لباس خوشگل برداشتم و پوشیدم. شلوارم هم پام کردم و یه تاپ پوشیدم. با موهام بازی کردم تا کمی باز بشه و آبش بچکه. دوباره با خولی سرم و خوش کردم. نشستم روی صندلی کمی آرایش کردم. ولی دیدم کمی. بیشتر قلیزش کردم. یه ماتیک قرمز پررنگ هم کشیدم. بلند شدم رفتم توی آشپزخونه چایی رو هم دم کردم منتظر امید شدم کمی امید دیر کرد گوشیم رو باز کردم که یه آهنگ گوش کنم که امید کلید انداخت و در رو باز کرد اومد توی خونه منم برگشتم یه لیوان چایی بریزم که امید سلام کرد و یه دست گل توی دستش بود سلام کردم و چایی ریختم براش اومدم پیشش چایی رو دادم اونم گرفت و گل رو داد بهم به گفت گل برای گل تشکر کردم و گرفتم ازش آوردم جلوی دماغم کمی بو کردم زیاد بو نداشت ولی بوی تازگی و رطوبت خونکی میداد گذاشتم روی اوپن زیاد وسایل نداشتیم امید گفت بریم روی تخت بشینیم تا یه دست مبل بخریم گفتم باشه و رفتم سمت اتاق که امید هم اومد دوتایی نشستیم روی تخت که امید گفت چقدر خوشگل شدی بعد خودش رو کشید سمت من دست انداخت دور کمرم و گفت خیلی دوست دارم از همون اول که دیدمت عاشقت شدم ولی روم نمیشد بهت بگم برخلاف اون چیزی که تصور می کردم امید هیچ حرفی از رابطه نزد و خیلی معدب گفت میدونم الان حال حوصله نداری پشو کاراتو بکن بریم خرید گفتم امید نمیخوای بری شرکت گفت نه بریم بیرون یه دوری بزنیم کمی خرید کنیم نهار بخوریم برگردیم من میرم شرکت تو بیا اینجا استراحت کن هر وقتم خواستی برو خونت گفتم باشه پس حاضر شد بریم امید هم بلند شد رفت هموم و حاضر شد رفتیم یکی از پساش های معروف که من تاله نرفته بودم کلی لباس تو خونه و بیرون واسم خرید چند تا عروسک هم واسه دخترم خرید ناهار خوردیم و منو گذاشت در خونه و خودشم رفت شرکت اومدم بالا لباسهای خودم رو گذاشتم توی خونه چون نمیتونستم ببرم خونه پدرم ولی عروسکای دخترم رو هم جدا کردم که ببرم کمی دراز کشیدم تا غروب بشه برم خونه چند وقتی از این اتفاق گذشت و ما هر روز با هم همدیگر رو میدیدیم امید یه ماشینم واسم خرید رفتم گواینامم رو گرفتم و به اصرار امید از خونه پدرم وسایلم رو برداشتم اومدم به اون خونه با دخترم زندگی کنیم کم کم پدرم به قضیه امید و من بو برد منم که توی این مدت شدیدم به امید وابسته شده بودم حاضر بودم جونمم رو وسش بدم به پدرم همه چیز رو گفتم اول خیلی مخالفت کرد ولی بعدش به ظاهر راضی شده بود و من هم از اون وضع قبلی راحت شده بودم بعد جوری به این زندگی عادت کرده بودم حاضر نبودم به هیچ قیمتی این زندگی رو ول کنم امید داشتم توی کارم خیلی موفق بودم چون امید همه ریزه کاری های کار رو یادم داده بود خونم رو داشتم که سربار کسی نباشم آینده دخترم هم تامین بود خلاصه تموم زندگی بر وقف مراد بود تا اینکه به سردایی امید از کانادا اومد تا کاخ آرزوهای من رو روی سرم خراب کنه شرکت مال دایی امید بود هیچ کس نمیدونست فقط چند تا از کارمنده قدیمی شرکت میدونستند که من باشون زیاد ارتباط نداشتم. توی این مدت که من زن امید بودم رو حساب اینکه شرکت مال شوهرمه هر جوری که دلم میخواست توی شرکت واسه خودم میچرخیدم و روح حساب حمایت هایی که امید می کرد و فروش بالایی که داشتم کسی جرعت نمیکرد کرد چپ به نگاه کنه. به سردایی امید اسمش هومن بود که یه بچه بی ای بود که از منم دو سال کوچکتر بود ولی خیلی پررو و بیادب بود. یک روز امید اومد خونه و گفت چند روزی هومن میاد کمتر بیا شرکت گفتم چرا امید هم همه ماجرا رو گفت که تا وقتی هومن باشه توی شرکت وسط نمیتونم کاری بکنم منم قبول کردم تا اینکه یک روز که رفتم توی شرکت فیز به این گفت که هومن کارم داره برم پیشش منم رفتم توی اتاق امید که دیگه اتاق هومن شده بود منم رفتم و گفتم با من کاری داری گفت شما که من خودم رو معرفی کردم گفت به به میترو خانوم مشتاق دیدار خانمی بین این خوشگلی چرا خودش رو از ما قایم میکنه من که از رفتارش جا خورده بودم گفتم من کارم بیرون شرکته خب توی شرکت کاری ندارم رئیس در جریانه که هومن گفت رئیس منم حالا بشین ببینم چی کار میتونیم بکنیم منم فکر کردم در مورد کار میخواست صحبت کنه نشستم اونم اومد کنارم نشست گفت خب شما چند وقت اینجا کار میکنید که دفعه دستشو انداخت دور کمرم یه دفعه عرق سردی کردم و اجام بلند شدم و گفتم فکر میکنم اشتباهی شده که هومن گفت نه هنوز بهت نگفتم که بلند شدی بشین منم یه لحظه ترسیدم مثل احمقا نشستم که دوباره دستشو انداخت دور کمرم و گفت حاله شد که من دوباره بلند شدم و با عصبانیت از اتاق اومدم بیرون کیفم و برداشتم و از شرکت اومدم بیرون. زنگ زدم به امید. هرچی فوش بود به هومن دادم و امید هم خیلی داغون بود. امید کمی آرومم کرد و گفت برو خونه میام. با هم حرف میزنیم. منم گوش کردم و رفتم خونه منتظر امید شدم. سه سا ساعتی طول کشید که امید اومد با حالت پریشون و گفت میترا بدبخت شدیم گفتم چرا مگه چی شده امید گفت او من همه چیز فهمیده هم منو بیرون کرده هم تو رو منم که گیج شده بودم پرسیدم چی رو مگه فهمیده که امید از سیر تا پیاز گندکاریاش توی شرکت و تعریف کرد که کلی اختلاس کرده من که درد خودم و فراموش کرده بودم حالا باید چیکار میکردم آواره میشدم توی چشمای پدرم هم دیگه نمیتونستم نگاه کنم کاری به این خوبی نمیتونستم پیدا کنم از همه مهمتر امید بود واسم که باید میرفت زندان من بدون امید یه لحظه هم نمیتونستم زندگی کنم بیشتر نگران امید بودم تا خودم تا شب مثل دیوونه ها داشتیم توی خونه میچرخیدیم تا اینکه به امید گفتم چی کار کنیم حداقل تو یه فکری کن که امید گفت یه راهی داره ولی نمیشه گفت چرا نمیشه به شد امیدم هی میگفت نه نمیشه حرفش رو هم نزن گفتم خب به شاید شد از حرف زدن که ضرر نمی کنیم و با اصرار زیاد من امید گفت نمیشه ولی میگم ناراحت نشو راهش همینه ولی امکان پذیر نیست گفتم بگو ناراحت نمیشم اگه نخواستم میگم نه بعدش امید به حرف اومد همینطور که میگفت سرم داشت سیاهی میرفت گفتم بس امید خفیش رو نمیخوام بشنوم و رفتم چند تا قرص خوردم و گرفتم خوابیدم تا صبح کابوس میدیدم و بیدار میشدم صبح که بیدار شدم دیدم امید هم اومده بود امید اونجا نمیخوابید محلش نزاشم رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی بخورم که دیدم امید هم مثل مرغای سرکنده داره اینور و اونور میره دلم خیلی وسش سوخت آخه خیلی دوستش داشتم بیش گفتم میخوای چی کار کنی؟ گفت هیچی بدبخت شدم. هم آبروم توی فامیل میره. هم این که دایی من رو میندازه زندان. من که دوشم از ناراحتی گریه میکردم به امید گفتم چند روزی به من وقت بده فکرامو بکنم ببینم میتونم با این کار کنار بیام یا نه که امید گفت بیجم تا ظهر بیشتر وقت ندارم هومن تا زور از همه چیز سر در میاره اگه تو بتونی چند روز هومن رو معطل کنی من همه کارا رو درست میکنم منم گفتم باشه تا ظهر و امید رفت بیرون منم با خودم یکم حساب کتاب کردم دیدم هیچی نداشتم از کنار امید صاحب همه چیز شدم تازشم من که حاضر بودم واسه امید بمیرم این کار هم واسهش میکنم اشکالی نداره زنگ زدم به امید گفتم امید اینجوری نمیشه بیا بریم همون محسر سیقه رو بوتل کنیم حداقل خدا قهرش نیاد امید هم گفت باشه با برگه بیا محسر منم میام اون روز رفتیم محسر رو سیقه رو بوتل کردیم و حق همدیگه رو به هم بخشیدیم و سری با امید اومدیم شرکت و من رفتم توی دفتر هومن که حسابداری شرکت پیشش بود تا منو دید به آقای لطفی گفت بری صداش میکنه من هم منتظرش شدم تا کامل بره بیرون اون وقت هومن گفت اگه کاری دارید بشینید من هم شروع کردم به حرف زدن که من یه زن بیوه هستم یه بچه دارم و به این کار احتیاج دارم و ناله کردن که هومن گفت شما که اینقدر به این کار احتیاج دارید نباید بساب کارید اینجوری حرف بزنی مهربون تر باش شما یه نیازهایی داری منم یه توقعاتی از شما دارم که باید برآورده کنی میخواستم توف کنم توی صورتش از عصبانیت داشتم بالا می آوردم حالم خیلی بد بود اگه واسه امید نبود یه ثانیم این بی احترامی رو تحمل نمیکردم. ولی چه کنم که پای امید گیر بود باید تحمل می کردم. گفتم خب اگه اینجوریه چه امتیازی واسه من داره اونم هم گفت همین که میذارم اینجا کار کنی میشه امتیاز تو یه خدمات کوچیک میدی کار تو هم انجام میدی میخواستم کلش رو بکنم ولی خندیدم و گفتم باشه که هومن گفت حال شدی دختر خوب پس آخر وقت توی شرکت بمون منم باید با یه حقیقی از شرکت میکشیدمش بیرون تا امید کارشو بتونه انجام بده گفتم پس بیا بریم بیرون یه دوری بزنیم تا یخامون باز بشه اینجوری بهتره اونم قبول کرد و به هوای کار از شرکت اومدیم بیرون کمی توی شهر چرخیدیم و کمی هم خرید کردیم و من چند تا لباس واسم خرید و مونده بودم دیگه کجا ببرمش که شرکت نریم بعد جوری عذاب میکشیدم از دستش تا اینکه گفتم من توی شرکت راحت نیستم بریم یک جای دیگه که هومن گفت بریم اون یکی شرکت بابام فکر کنم همه تاله رفتن گفتم باشه اون یکی دفترم بلد بودم راه افتادیم و رفتیم از شانس من هیچ کس نبود در کردیم و رفتیم توی شرکت و در قفل کردم شالم و از سرم برداشتم از خودم چندش هم میشد حالم از خودم دوش به هم میخورد دنیا به سرم داشت خراب میشد همان یه چرخی توی شرکت خالی زد و وقتی مطمئن شد کسی نیست گفت تو تا آماده بشی من برم تا بیرون و بیام از حرفش تعجب کردم اولش گفتم یعنی کجا میخواد بره من که اینجام خودشم که هست شرکتم که خالیه دوباره با خونسردی گفتم باشه من یه شربت چیزی درست میکنم تا برگردی با خودم گفتم حتما میخواد به داروخونه جایی بره من که رفت سریع از فرصت استفاده کردم و موبایلم رو دروردم و در حالت فیلمبرداری گوشه اتاق جاساس کردم تا بتونم از رابطه خودم و هومن فیلم بگیرم و بعدا با همون فیلم شکایت کنم و یا اخخازی کنم و بتونم شرکت و ریاست رو به امید برگردونم. حدود یک ساعت طول کشید تا ماشین هومن رو از پنجره دیدم که اومد و جلوی شرکت پارک کرد قبل از اومدن هومن لباسم و عوض کرده بودم و حسابی به خودم رسیده بودم هومن از آسانسور بالا اومد و در و با کلید باز کرد با دیدن من توی اون لباس گل از گل شکفت و خنده مرموزانه ای کرد اما بعد از اینکه داخل اومد در و پشت سرش نبست همینجوری مات و مبهود بهش نگاه میکردم مطمئن بودم که خیالاتی توی سرشه ولی فکر نمیکردم کردم این قدر پست و بیشرف باشه. پشت سر هومن ده نفر یا شاید بیشتر از آقایون شرکت وارد شدن. کل فضای حال پر شده بود از آقا و من با خواب وسطشون مونده بودم. چه حال و روزی داشتم؟ فقط خدا میدونه. سری پوش پرده پنجره قایم شدم و گفتم این چه کاریه؟ و خندید و گفت نترس همه بچه خودیت خیالت راحت اذیتت نمیکنند اینا رو گفت و در و پشت سرش بست درست مثل آهویی که توی گلهی کفتارها اسیر شده باشه از این ور به اون ور فرار می کردم و این کارم باعث می شد بیشتر تحریک بشن و مثل دیوونه ها بخندن او من نزدیک شد و موهامو گرفت و منو پرد کرد روی زمین نزدیک به سه ساعت توی اون شرکت لعنتی بودم تا اینکه همه رفتن او من جلو اومد و گفت در عبرت گرفتی در حالی که خودم و جمع و جور میکردم و گریه میکردم از جنب بلند شدم و لباسمو پوشیدم و در و داغون موبایلم و برداشتم و از شرکت زدم بیرون کل فیلم بلایی که سرم آورده بودن توی گوشی بود هر جور بود خودمو به خونه رسوندم و یه به بیمارستان رفتم بعد از چندین آمپول سرم حالم کمی بهتر شد حالا نوبت من بود تا با اون فیلم دمار از روزگار خومن در بیارم فردای همون روز با امید به دفتر هومن رفتیم هومن طبق معمول پشت میز کارش بود و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده چند دقیقه توی دفترش موندیم تا یکم خلوتتر شد امید مثل مار زخم خورده به خودش میپیچید کمی که گذشت رو کردم به هومن و گفتم پس سرین انسان هستی که تا حالا دیدم هومن خیلی خونسرد خودش رو به صندلی تکیه داد و گفت نمیدونم راجه به چی حرف میزنی مگه اتفاقی افتاده امید نتونست خودش رو کنترل کنه و گفت به همه فامیل میگم چه آدم پست و کثیفی هستی اومد که دید قضیه جدیه از پشت میزش بلند شد و رفت در اتاق و بست و دوباره اومد پشت میزش و گفت شلوغش نکن بخوای شلوغش کنی منم مثل خودت رفتار میکنم امید که کارت به اسخونش رسیده بود گفت میدونی که پدرت چقدر مال و اموال داره میدونی که چقدر توی بازار و بورس اعتبار داره اینم میدونی که قراره به زودی ازدواج کنی حالا گوش کن تمام کارهایی که دیروز انجام دادی و تمام مدتی که برای من و زنم نقشه کشیدی همه رو ضبط شده دارم اومد رنگش مثل گچ سفید شد ولی حرفی نزد امید دوباره گفت حالا معامله میکنیم این دفتر و این شرکت مال من منم در عوضش آبرو تو نمیبرم اومن که چاره ای نداشت آروم گفت دروغ میگین هیچ مدرکی ندارین تا اینو گفت سری موبایلمو رو در و, و فیلمو جلوش گرفتم اومن هیچی برای گفتن نداشت خواست گوشیو از ازم بگیره که دستم رو عقب کشیدم و گفتم حتی این گوشیو از ازم بگیری چند جایی دیگه هم دارمش بهتر بی سر و صدا بریم محصر و اسناد و به نام امید بزنی او من که چاره جز قبول شرایط نداشت بالاخره قبول کرد که ریاست شرکت رو به امید برگردونه و تمام چیزهایی که از امید گرفته شده بود و بهش برگردونه ولی داستان به همین جا تموم نشد فیلم من خیلی زود توی فضای مجازی پخش شد و رسوایی خیلی بدتر از چیزی که تصور می کردم برام درست شد. مدتی بعد من و امید مجبور شدیم شرکت و دارایی هامون رو زیر قیمت بفروشیم و برای حفظ آبرو از اون شهر بریم. امید نتونست این ننگ و آب رو ریزی تحمل کنه. دو سال بعد از اون اتفاق طلاق گرفتیم. من به خاطر فشار عصبی مجبور شدم به روانشناس و مشاور پناه ببرم. داروهای عصبی که میخوردم باعث شد تا کنترل خودم و زندگی رو از دست بدم. سرپرستی فرزندم از هم گرفته شد و مجبور شدم تا تنها به زندگیم ادامه بدم. نه من دیگه اون آدم سابق شدم و نه امید تونست به روال عادی برگرده این رو گفتم تا همه بدوند پول و مال ثروت ارزش اینکه انسان به خاطرش شرافتش رو از دست بده نداره